سلام و عرض خدمت همه شما هموطنان گرامی و بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. درود می‌فرستم به همه شما که با ما در پیک شادی این هفته همراه هستید و آرزو می‌کنم که بتونیم در اوقات خوش شما سهیم و شریک باشیم و خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما عزیزان بیاریم. هفته خبر تو خبر گزارش میده از دمیدن ولی فقیه در شیپور بیدارباش، تا مبادا در شرایطی که همه چراغ خطرهای نظام روشن شده کسی خواب بمونه. البته باید بیدار باشیم، همه باید بیدار باشن. نمیخواهیم و نباید بالش نرم زیر سرمون بگذاریم، برای خودمون لالایی بخوانیم، هی بگیم دشمن شکست خورد، دشمن ضعیفه، ما قوی هستیم. این ما رو به خواب نباید ببرد، باید بیدار باشیم. داره میگه هارت و پورت هامون واسه بیرونی هاست، امر به شما مشتبه نشه، اوضاع خفن‌تر از این حرف هاست. پیر پدرتون در اومده. من هم به عنوان پدر پیر شما خب حالا ببینیم آبغورگیری این بسیجی ها به خاطر پیری اوزماس یا این بسیجی ها درد دیگه ای دارن. این سازیه که قابل وصف نیست، بعد از 10 سال انتظار اونم یه همچین جایی، حرفای ناگفتنی که اصلا نمیشه بزنی، فقط دله که میتونه یه حرفا رو بفهمه. این گریه ها در واقع بیانگر یک سری مسائل بسیار زیادی بود که آدم باید با دلش بفهمه و درک کنه. اگه میخواید بدونید این حرفای ناگفته بسیجی ها به خامنه ای چیه، پاسخ رو از زبون این مجری پشم شیشه آخوندی بشنوید. اما میخوای باور کن، میخوای باور نکن، دیگه خسته شدم، دیگه بریدم. چیزه تو یه تیمارستان خوب سراغ داری؟ اصلا ای بابا، اصلا این زندگی نیست که، مرگه، مرگ. بله، وقتی بریدگی تو بدنه نظام گسترش پیدا میکنه دیگه تو خوابگاه بسیجی ها هم کار به بسیجی پرونی میکشه. از اونجایی که ویروس وارفتگی بسیجی و نیروی انتظامی نمیشناسه، تلویزیون خامنه‌ای میخواد با سریال‌های آبگوشتی برای نیروی انتظامی اقتدار دست و پا کنه. اول نیروی انتظامی با کلی دبدبه و کبکبه میاد، دشمن رو پیدا میکنه، بعد پشت این دیوار که میبینید با دشمن درگیر میشه. بعد از چند ثانیه فرزکاری و سوراخکاری رو در و دیوار، نیروی انتظامی دشمن رو شکست میده. عجب اقتداری. این فیلم تاثیرگذاری که مشاهده کردید احتمالا توسط خود مقام عظما کارگردانی شده. چی؟ مقام عظما رو چه به سینما؟ مگه این رو نشنیدید؟ همین آقای فرج الله سنه‌شور که الان داره فیلم یوسف رو میسازه و ایوب پیغمبر رو 40 ساخت، به خود من میگفت، میگفت من رفتم خدمت آقا، 5 تا از بهترین سینماگرها رو بردم خدمت آقا، شروع کردیم از وضع سینمای ایران حرف زدن، حرفا تموم شد، بعد 2 ساعت آقا فرمود که من همه اینا رو میدونستم. ای بابا،
خودم دوزم خسته کردیم آبا نه، ولی اینجا دستبندی نکرده بودم. راستی فلان کارگردان رو میشناسید؟ این به این نگاه کرد، اون که با یکی نگاه کرد، اون که با یکی نگاه کرد. نه آقا نشنیدیم. خود این 100 تا فیلم تو هالیوود ساخته، بچه ما نشنیدیم اسمش رو. آقا فلان کارگردان رو چی؟ نه آقا من نمیشنستم. شما؟ نه شما هیچکی نشنیده. خود این 110 تا فیلم تو هالیوود ساخته، شما فلان کارگردان رو چی؟ نه آقا نه 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 10 تا کارگردان حفظ نام برد ما نمیشناختیم اسمش. ما که همه عمرمون تو سینما بودیم، بعد 11 نام برد گفتیم میشناسیم. خب این یه فیلم بیشتر نساخته. آه کدوم فیلمو ساخته؟ این فیلم ها ببینیم. های اجر های اجر های خواهد اجر های البته یه فیلم هم خود مقام عظما کارگردانی کرده، ولی توی دوبلاژش مشکل داشتن. یه سکانس از این فیلم رو هم ببینید. دون çok kritik bir görüşme yaptınız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la kritik bir görüşme yaptınız. Önümüzdeki ayda yine İstanbul'da bir toplantı olacak İran'ın nükleer programı ile ilgili bu toplantıda. مترجم باید کانال عوض کنید. تگرت آبر سیلین سالتاش یه بار دیگه ترجمه کنید. یه بار دیگه ترجمه بفرمید لطفا. یه بار دیگه ترجمه کنید سال. تکرار کنید سالتون رو. ترکیه‌نین نوکلر تکرار اله حمایت سال تکرار اله. یواش 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 ساله. Türkiye'nin İran'a verdiği destek nükleer çalışmalarındaki müzakerelerde sabrıyla mütercim yorulmuş. Hiç irtibatı ve tahrim nedire? Çünkü bu tahrimi aslan tu İran ihsas nashud. Şoma eğer sefer konit be İran, der xiyabunha ba mardum sohbet konit. Yan tahrim çi has aslan? Tahrim aslan namanadi. آردان گلفتی. این وسط یک منتقد سینمایی هم پیدا شد که هنوز فیلم احمدی نژاد روی اکران نرفته، کلی ایراد از اون گرفت. مثل این گیت های ورودی به فرودگاه ها، یه تیک آهن تو جیب شما باشه یهو سوت میکشه. این زبون رو ما یه گیتی روش بذاریم سوت بکشه که وقتی میخوای حرف زش بزنی، یعنی یه مسئول خیلی رده بالای تو سخنرانی یه حرف میزنه مردم همه تعجب میکنن. گفتش که بابا جون آبو بریز همون جا که میسوزه. که ما میخوام تنبیه کنیم شما چیه چی هستی. ما یه ضرب المثلی در فارسی داریم، کسی که حرف بی جا میزنه بهش میگیم یه کلام از مادر عروس. میبتون خودتون و میزتون و قیافتون رو ببره. ولی ما خیلی وقتا بی جا حرف میزنیم، نابجا حرف میزنیم، بی مورد کلمه رو میشونیم. مثل که شما بهترین آب معدنی رو سر سفره مهمونم داری، ریزی تو آفتابه بذاری سر سفره. این جاش اینه؟ بگه آقا این آفتابه مواد نوعه با سه بارم آج خانم با بهترین مواد شوینده شد. ولی آقا اصلا این ظرف داره خدا برده برو مثلا حالم به هم بخوره، منو به یاد دیگه میندازه. مشکل ناهماهنگی ظرف و مظروف فقط خاص حرفای احمدی نژاد نیست. توی ظرف مجلس نظام هم همین شلختگی حاکمه. مثلا روی تابلوی مجلس تعداد حاضرین رو 194 نفر نوشتن، اما روی صندلی ها حتی مگس هم پر نمیزنه. و حالا میرسیم به سوال آخر برنامه که از قضا این بار به موضوع هماهنگی یا ناهماهنگی برمیگرده. اینجا یکی از جلسات کارگزاران نظامه. شما به هماهنگی اینها توی رقص بای بایشون توجه کنید. شب بچرخون، آیا سمت حالا حرکات اینها هماهنگ تر بود یا رقص این یکی ها؟
احمدی نژاد اونقدر ساعت و بی حساب و کتاب عقب و جلو میکنه که دیگه نمیدونم کی باید بخونم. همیشه خروس بی محلم. قولی 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 بابا پاک خاطی کردی. بالاخره کی پاکه گیره؟ من پاکه بگیرم، رادان پاکه میگیره، احمدی مقدم میگیره، همه تو این نظام پاکه رو کردن تو کفش ما. من اصلا بحران هویت پیدا کردم. بالاخره من خرم، دولت خره، مجلس خره، رای مشایی خره، جنتی خره، خلاصه هویت اونو هم ریختن. یکی از دوستان عزیز پیک شادی با نام کسروی 67 متنی تحت عنوان بسیجی چیست فرستاده که من قسمت کوتاهش را اگر اجازه بدید خدمتتون میخونم. نوشتن که بسیجی نام جانوری است دوپا از راسته ساندیس خاران که در اواخر قرن 14 هجری در فلات ایران میزیسته. بسیجی ها مفت‌خورترین جانوران خشکی بودند. قوت اصلی آنان ساندیس و کیک بوده که اغلب از محل پایگاه بسیج مسجد محل آن را تهیه می نمودند. صورت این جانور از لحظه پیوستن به کلونی بسیج دچار پوشش کثیفی می شده که ریش نامیده می شده است. سنگین ترین نوع این جانور از نوع فیروز آبادی آن بوده. فسیل های به جا مانده از عظما که سردسته این جانوران بوده ثابت می کند که این موجودات از اواسط عمر خود به مصرف افیون روی می آورده اند. پوشش ظاهری این جانوران شامل پیراهن کثیفی بوده که معمولاً انتهای آن روی رانهای جانور قرار می گرفته. آثار کشف شده از دیوار غار کهریزک نشان دهنده آن است که بسیجی ها وحشی ترین موجودات در اکوسیستم زمان حیات خود بودند. اما کتیبه به جای مانده از اواخر قرن 14 هجری بیان کننده این حقیقت است که این موجودات وحشی سرانجام توسط انسان‌هایی از همان سرزمین از بین رفت. ملا شده بود بچه‌ها رو درس می‌داد. بدوین تنبلای بی سواد بشینین کتابا رو باز کنین ببن ببنبن که با ببن منل ببن چی چه اینا ببنا ببنا ببابن ببنابن که با ببن منن ببن ببنا ببدو همشیره. خوی بیسرم بازم انگار یه کمی دیر اومدم. بله مثل هر روز. خیلی معذرت میخوام. خب حالا بفرمایید. خب دیگه شروع کنیم. الف دوز بر اندو دوزیر اندو خرس رمال گوش کند. دو پیش اون ان ان اون بدوزه بر بنو دو زیر بنو خاله سوسکه گوش کند دو زیر بنو دو زیر بنو 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 دو پیش بون بندن بون جیم جیم دوزه بر جنو دو زیر جنو دو پیش جون جن جن جون آی جیم دوزه بر جنو دو زیر جنو دو پیش جون جن جن جون برعکس جون جن 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 که دو شده؟ جن آمده جن نه بابا خوش کجا رفت؟ بگمانم که زیر عبای ملا رفتم. چی زیر عبای من؟ وای وای جن 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 وای وای فضاحت اخراج‌های پی در پی در سطوح مختلف دولت پاسدار احمدی نژاد که خب ناشی از همون تلسم شکستگی و در هم ریختگی کلیت این نظام رو به سقوط هست دیگه عالمگیر شده. داستان مضحک متکی نه اولیش بود نه آخریش، البته از مفتضح‌ترین ها بود که وسط ملاقات طرف خارجی اون طرف ملاقات بهش گفت که بابا تو اخراج شدی و بعد هم خب قضایا ادامه داشت. وقتی که صالحی کارچرخان موقت و مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه بی صاحب شده رژیم رفته بودن عراق، این داستان کماکان یقه‌شون رو گرفته بود و یک خبرنگار حاضر در کنفرانس مطبوعاتی اینها بعداً نقل کرده بود که وزیر خارجه عراق وقتی با رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه روبرو شد
به فارسی گفت من با شما دست نمیدهم، باید همین الان زنگ بزنم تهران بپرسم که هنوز سخنگو هستی یا احمدی نژاد شما را عزل کرده است. داستان در جریان برکناری 14 مشاور و معاون وزیر هم بار دیگه خودش رو نشون داد که بعضیشون حتی میگفتن بابا ما رو تا حالا دو بار برکنار کرده، این طرف اصلا یادش نیست چند بار برکنارمون میکنه، همینجوری فله‌ای ریخته بیرون. چند تا وزیر هم که خب تو نوبت اخراج هستن. بذرپاش رئیس سازمان جوانان رژیم و معرفی جانشینش به نام ترکستانی هم مدل کمدی دیگه ای رو ارائه کردن. ترکستانی که قبلا معاون وزارت بهداری رژیم بود تو جلسه معارفه شرکت نکرد و بعدن که دیدن خیلی وضعیت فضاحت باره رفتن یقش رو گرفتن که اینطوری دیگه آبروریزی رو ننداز، همون داستان متکی برامون کافیه، بگو مریض بودن. حالا معلوم نیست این چه مریضیه که خب اگر مریضی موقته باید جلسه معارفه رو فقط منتفی کرده باشه دیگه، ولی این مریضی زیرا به تصدی این پست جدید رو به کلی برای زده و توضیحاتش رو فکر میکنم بهتر از زبان خودش بشه. پرونده خبرساز ریاست فرهناز ترکستانی بر سازمان ملی جوانان به خواست خودش بسته شد. بنده قرار بود که در روز یک شنبه بعد صحبتی که با آقای رئیس جمهور داشتم در جلسه معارفه شرکت کنم و خودم کاملا آماده کرده بودم، یعنی من متن صحبتی رو که قرار بود که در جلسه معارفه صحبت کنم آماده کرده بودم، منتها دیگه از ساعت 5 صبح دیگه متوجه نشدم، یعنی متن روز یک شنبه رو به یاد ندارم که چه اتفاقاتی افتاد. به هر حال با توصیه پزشکا بنده یک استعفایی رو خدمت آقای دکتر احمدی نژاد نوشتم، ایشونم با لطفی که به مردم دارن و با نگرش بلندی که دارن واقعا من از ایشون تشکر میکنم که استعفای منو پذیرفتن و از همینجا اعلام میکنم از این به بعد هر خبری، هر سخنی، هر پیامی، هر اطلاعی اگه از طرف من منتشر شد بنده به طور کلی تکذیب میکنم و اصلا پرونده این دیگه بسته شد. الو سلام. آره فقط از این اپل متوسطه ها باشه. یقه انگلیسی خیلی قشنگ میشه. آره یه موجب دوزی طلایی باشه. باشه نه سارافون. ای با خاک بر سرم، وای دوربین چقدر اتفاقی، چه صحنه ارتحالی شد، وای چه چقدر من حالم بده، دارم به ملکوت اعلام پیوندم. من مثلا صحبتم هم آماده کرده بودم اما الان یادم رفته، ببینم یه نگاه بکنم. یادم اومد روز یک شنبه یه ابلاغیه به من دادن که قرار وزیر بشم، همزمانم یه ابلاغیه دادن به آپاندیسم که اونم وزیر شده، اما آپاندیسم نتونست تحمل کنه از شادی ترکیت. من تعجب میکنم چطور آپاندیس آقای احمدی نژاد با این همه مسئولیتی که دارن نترکیده. بله همونطور که شنیدید قلبم مثل که استفاده داد. مثل که نهاد ریاست جمهوری با استعفای قلبم موافقت نکردن. من اگه اجازه بدین از قد بلند و ریش کمند آقای احمدی نژاد تشکر میکنم. البته من هیچ مرض سیاسی ندارم، مرض من داخلیه، گوش و حلق و بینیه. اگه قرار آپاندیس من یه حربه‌ای تو دست دشمنای نظام تبدیل بشه ها، من اونو تحویل برادرای وزارت اطلاعات میدم که اونو تلویزیون بیارن تا به رابطش با سران فتنم اعتراف کنه. من لرزم دارم، وای 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 همینجوری لرز دارم. خدا من هر حرفی رو که در دوران سلامتم زدم و تکذیب میکنم، فقط حرفای بعد از مرگم سندیت داره. بله اصلا هیچ چیزی ندارم. دامه قسم. الو فاطمه آلیا. آره من سارافونی رو تکذیب میکنم، آسینوش خفاشی کن. آره نه باشه حتما قربانتون. بنده دکتر ایشون هستم، متخصص جراحی قدرت وزرا و امراض کابینه. خب این روزها خیلی شلوغ پلوغه با توجه به وضعیت نظام،
من قلب ایشون رو چک کردم، یک نارسایی ولایی داشتن، یعنی ولایت مدارانه، که من شریان های التزامشون به ولایت فقیه رو وصل کردم، خون ایشون هم عوض کردم، الان خونی که در رگ ایشونه هدیه به رهبر ماست. همین الان 14 تا مشاور آقای احمدی نژاد زیر عمل هستن، بند ناف همشون رو ما با کابینه قطع کردیم، همه رو دادیم به آقای رحیم مشایی و الان ایشون رو تو کابینه رحیم منافی صدا میکنن. یک مورد عجیب پزشکی هم داشتیم از سنگال، آقای متکی مثلا متکی نامی بود که ایشون دوم در آورده بودن، مورد خیلی جدیدی بود که ما دوم ایشون رو قیچ یه عمل جراحی خیلی سختی هست بنامه قیچ، یعنی قیچی کردیم، یه دوم در آورده بودن این هوا. شکر شما داشت جما ده نخنده علی فیگم امروز که بردی فردا هم تو میبری ببیم بزن به ملا سیری محکم تری ده تو آخور ولایت اومده با زلزله سه سواب شور و شاد سر صدا و بلبله عشق بیروزی تو چه چه هایی داره بهروزی تو هم میخوام این یکی رو اینکی نگم خیلی خیالت راحته از درد و هم دال و زال و ره ره و سیاه انتری زم میخوام بگم زهاله و خبر داری سین بیا ببی سیم نظام پاره شده شیم شما بگی سیدالی بیچاره شده سیدالی بیچاره شده وای 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 و غین و فن و قاف و کاف و گاف و لام و نون نمیدونم یا میگه تموم شده با 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 وقتم دیگه تموم شده همیشه ما پیش شما ها حاضری یه یواش یواش یا تموم باز بری دکتر میدونم که غیر تو هیچ دکتری حاضر نمیشه منو ویزیت کنه، ولی من میگم که من حاضر نیستم مرضمو با هر دکتری در میون بذارم، دوچار آبریزش بینی و چشم هستم. آیه ناکس، تو همین الان داشتی به من میگفتی که مشکلت مشکل روانیه، بعد میگی حالا ریزش. من کم گفتم ریزش، گفتم آبریزش. باشه من دکترم یا تو حرف اضافه نزن، یه لحظه فکر کن به مقام عضوهای بدبخت بیچاره فلک زده با این همه ریزش که دائم تو نظام از سر و کولش داره بالا میره، روز داره نظام داره آب میره ناکس. خب این آب با اون ریزش میشه آب ریزش دیگه، یه وقتایی از چشم مقام عضماست، یه وقتایی پای منقل از دماغ مبارک کشونه، یه وقتایی هم دیگه خدا بایه. دکتر در مورد اون کابوسایی که گفتم چی؟ خبرها رو گوش میکنی یا نه؟ بله بله کارا درست حرف بزنه، حرف درست به من جواب بده، هر چی هستی همون باش، هر چی نیستی نگو کاش. وقتی تو خبر میشنوی که 10 میلیارد دلار اضافه فروش نفت گم شده، رفته تو جیب آقبه مدرسه رحیمی پیدا شده مشاور آقبه بود، یه مختصر ایشون دست کجی داشته، چطوری میشه احواله؟ چشمامو میبندم و با خودم میگم 10 میلیارد دلار. خلاصه میرم توی عالمی که وقتی دوباره چشمامو باز میکنم میبینم تو همین عالم هستم، جنون میگیردم به حدی که معذرت میخوام ها، معذرت میخوام، فقط برای که بتونم مریضیمو بگم عرض میکنم، میخوام این گردن تو رو بگیرم و خفت کنم که تا کی من باید مجری باشم و تو هم یه ابر استراتژی قلابی، اما 10 میلیارد دلار بیزابون گم شده و تو نامرد نمک نشناس پیداش نمیکنی و 1 میلیون دلارش خودت برداری
9,999,000,000 هم بدی به من. آقا میرم ناکس، خیلی اوضاع مریضیت خراب شده. تازه این وسط کور خوندی، فکر کردی با ببو طرفی یا ببو گیر آوردی ناکس؟ 10,000,000,000 من استراتیجیست پیدا کنم، من 1,000,000 دلار رو چون بردارم باقیشو بدم به تو، کشکم بنده میدم. 1,000,000 دلارش بدین به من، بقیه رو بردارم برای خودتون. خیلی چونه میزنی، روتم زیاد کردی. حالا برو ببینم یه فکری برات میکنم، بعد خبرت میکنم. آقای دکتر بقیه کابوسامو نگفتم. مال ترسته، ولی مرام معرفت رو از زودپز یاد بگیر که توش میسوزه و میجوشه و قلقل میکنه، ولی بیرونش آروم برای خودش سوت میزنه. روشن شد یا همچین بذارم که بیافتی به سود زدن؟ من مریضم، نباید اینطوری من رو روشنم کنه. آقا یک قرار بود که کسی اشتباه نکنه که ته مدادا رو پاک کنه میذاشم. ولی تو بیشتر به یه پاک کنه بزرگ میخوری که یه ته مدادم توشه. در رابطه با آقا محمود و این که این همه داره یاران قدیم خودشو گر و گر میریزه بیرون، چرا بهش ایراد میگیرن؟ مگه مقام عظما خودش از این کاری که آقا محمود میکنه خبر نداره؟ چرا، خود مقام عظما نظرشون همینه، ولی بالاخره هر چیزی یه روالی داره، یه قانونی داره، یه حساب کتابی داره. مثال میذارم برات، پشت سر یه دوچرخه سوار در حال رانندگی هستی، میخوای بپیچی به راست، چیکار میکنی؟ خوب هوش حواست رو جمع کن. میدونم که الان مریضی، ولی قبلش هم که مریض نبودی زیاد هوش حواست چندانی نداشتی. چیکار میکنی؟ اول ماشین رو میندازی کنارش، یک کمی به موازات دوچرخ سوار حرکت میکنی، همچین که حرکت کردی و به فهمی نفهمی یه خودم ازش جلو زدی، یهو میپیچی جلوش تا حالش گرفته بشه. ای دکتر، یه بسیجی سیلی خورده نوشته که امسال میخوان به جای توزیع متمرکز ساندیس تو 40-50 نقطه به برادرای بسیجی ساندیس بدن برای دهه فجر. بله بله، بعد بفرستنشون تظاهرات. این یک اشتباه تاکتیکی توزیعی، اگه بسیجی ساندیس ها رو بگیرن و سرشون بندازن پایین و همجوری برن پیکارشون، چه خاکی به سر خودمون که هیچ به سر مقام عظما میکنیم. اولا تو تو فکر خاکی که تو سر خودت میکنی باش، لازم نکرده تو کار مقام عظما فضولی کنی. بسیجی احمق، خاکی که مقام عظما باید بریزه تو سرش، خود آقای دکتر بزن با آدم شفاف میکنن، به فضول اردنگی زدن، گفت تا کفشتون سوراخه. باریکلا دیگه خنده اضافی نکن. ثانیان اشتباهت همینجاست، کی میخواد همه چی رو تو ایستگاه اول تحویل بده؟ میتونیم ساندیس رو اونجا تحویل بدیم، کیکش رو بذاریم تو محل برگزاری تظاهرات، که ارتباط معنوی و قوی بین کیک و ساندیس امت همیشه در صحنه رو بکشونه به تظاهرات. مثال پزشکی برات میزنم، میدونی تو کشورهای پیشرفته جن و چطوری از تو وجود نفر میکشن بیرون؟ نه خیلی، 30 روز طول میکشه. شروع میکنن به مریض کیک و ساندیس میدن، 29 روز همین کارو میکنن، کیک ساندیس با هم، روز 30 ساندیس رو میدن ولی کیک نمیدن. جنه میاد بیرون میگه کیکم کو، همونجا دستگیرش میکنن و میکشن بیرون. تازه کل این قضیه که بسیجی ساندیس رو بگیره و بره پی کارش اشتباهه. بسیجی اگه شده یه و همونجا وای میسه که یا ساندیس بعدی رو بگیره یا کیک رو بگیره، به عقلش نمیرسه که اگه با یه ساندیس بزنه بره کنار برده. طرف خرش رو بسته بود به اصداری، یه زنگوله هم انداخته بود گردن خره، خودش هم زیر درخت خوابیده بود، میگفت اگه خره وایسه صدای زنگوله قطع میشه من میفهمم، اون وقت میام راش میندازم. گفتن تو که خوابی، اگه خره به اینجای وایسه و همینجوری فقط کلشو تکون بده تا صدای زنگوله در بیاد و گولت بزنه از کجا میفهمی؟ طرف گفت اگه این کارو بکنه دیگه اون خر نیست، من خرم. باز زنگوله رو بس به گردن من، اونو برد زیر درخت خوابون. روشن شد یا همچین بذارم که زنگوله ببندی به خودت کله تکون بدی؟ میخواستم بگم شما از اون با معرفت داره اصلی هستین که قاطی نداره. شرمنده اخلاق حقیقت بینت هستم. کوچیک همه با معرفت داره جهان، از جمله آقای دکتر بودم. از جمله نه، در رأسشون دکتر بزن. در رأسشون دکتر بزن. شرمنده اخلاقت هستم. کلا میدونی تیپ کار درستی به نظر میای، تیپ راستولی سیاسی. این گل میمونی، یه گل خوب، گل بزرگ، گلی که گل برگاش نیست کرد خاراش نقده. به علت بارش بی‌وفایی جاده عشق لغزنده است آیه دکتر، لطفا با محبت حرکت کن. باشه، ولی تا بیشتر از این به ما ارادت پیدا نکردی برنامه تو تموم کن بره پی کارش. مصاحبت ما مثل وایسادن رو سیمان خیسه، هرچی بیشتر بمونم رفتنم سخت‌تر میشه.
بعدم که برم جای پاپ همیشه رو قلب دیمه روشن شد مشت آرست که خود بپوزن120 ثانیه با ایمیل ها. از پیروز خدادادی تشکر میکنم بابت کاریکاتور جالبش در مورد دعوای فرماندار تهران تو نونوایی که بهش گفته بود برو تایید کن من فرماندار تهرانم اونم گفته بود اینجوریه من تو دو روز پیش وزیر امور خارجه بودم. از دوستان عزیز پیک شادی منصور خداوردی، پاتریس سیمین اسکویی، دیوید معید، کریم زهره مظلومی، محمد بیهقی، روشنک، حسن هادی، محمد از استرالیا، مسعود کنوز، محمد بهروزی عزیز و مجید ساعتچی بابت ایده ها و کاریکاتورها و فیلم های جالبتون ممنونم. امیر سعیدی با اشاره به حرفای شمری جنایتکار نوشته شمر قرن 21 در رابطه با اتهام حمله به اشرفیان گفت من نبودم، دستم بود، دستم تو آستینم بود، آستینم تو کتم بود، کتم توی تنم بود، مالکی مالکم بود. حالا بگیم کی مسئول کشتار بود؟ همین جنبه خود بهتر میدونی که به زودی دادگاه اسپانیا به وضعیت دست و آستین و کت و مالک این بابا رسیدگی خواهد کرد. حنیف و احسان عزیز خیلی ممنون بابت کلیپ های طنزتون، پیشنهادتون رو هم بررسی میکنیم. صحرای بارانی تصاویر بامزه فرستاده که برخیش رو ملاحظه میکنیم. من همزمان از حمزه از عراق به خاطر پوستر پیشنهادی و مسلم عزیز که هر بار با ایمیلاش ما رو شرمنده میکنن تشکر میکنم. فلسفه شرق کاریکاتوری رو در مورد ادعای لاریجانی که از طریق مشاورش مطرح کرده بود که به اندازه 7 نفر کار میکنه فرستاده. دوست عزیزی با امضای نجات ملی با سلامی از ایران نوشتن که میخواستم بگم وقتی با آپارتمان جدید نقل مکان کردیم به دلیل عدم شناخت از همسایه ها فکر میکردیم فقط ما هستیم که سیمای آزادی رو میبینیم، اما اکنون بعد از گذشت 5 ماه فهمیدیم که همه ساکنان ساختمان برنامه های آگاه کننده و امید دهنده به روزهای بهتر شما را دنبال میکنند. در مورد پیک شادی هم نکاتی نوشتن که ما رو شرمنده و البته مدیون و متعهد به تلاش بسیار بیشتر میکنه. آریا و کیان از کرج بر همون وزن و قافیه شعر واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنند نوشتن که شارژ میگردی اگر یک هفته بینی پیک را، چون خبرها را به طنز و نوع دیگر میکنند، میشود خندان و خرم هر که بیند پیک را، آرزوی فتح و پیروزی به ما از حی داور میکنند، هست امیدم که در فردای ایران جملگی خنده ای بر سرنوشت شیخ ابتر میکنند. چرا همیشه سعی میکنه خودشو احساساتی نشون بده؟ خب بگو خدافظ. دوستان عزیز در پایان وقت برنامه این هفته مثل همیشه آدرس ایمیل برنامه رو خدمتتون یادآوری میکنم. آدرس ما هست pikshadi@irantv.com و منتظر دریافت نکات و نظرات و قطعات طنز شما عزیزان در این آدرس هستیم. با تشکر مجدد بابت همراهی شما به همه شما درود میفرستم، با شما خداحافظی میکنم و یادآوری میکنم که اگه اهل قصه نیستی پیک شادی رو.